از دکتر حسین یاسا، سخنگوی شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان از مونیخ، پیرامون این گزارش دعوت به عمل آوردیم. آقای دکتر سلام و عرض ادب. آقای دکتر، با هم گزارش رو دیدیم. 3 سال از تسلط طالبان گذشته. طالبان تسلط خود را فتح و پایان اشغال مینامد. به نظر شما دستاوردهای این مدت و خساراتی که به شیعیان و مردم افغانستان وارد شده چگونه بوده است؟ بفرمایید. تمام خدا، اللهم صل و سلم و بارک علی سیدنا محمد المصطفی و علی آله الطاهر. بدون تردید گزارش شما کاملا گزارش درست، دقیق و همه جانبه بود و 15 آگوست یکی از فاجعه بارترین، سیاه ترین روزها در تاریخ افغانستان است. روزی که طالبان در نتیجه یک توطئه داخلی و خارجی بر افغانستان سلطه پیدا کردند و از مردم افغانستان قابل درک است که بدترین، دشوارترین و سیاترین روزای تاریخ خود تجربه میکنند. بنابراین یک سلطه ای که او استوار بر انحصار باشه، استبداد باشه، استوار باشه بر نفیگرایی، روی کردی غیر انسانی، تنوع ستیزی، زن ستیزی، به حرمتی به نمادهای ملی و شخصیتهای فرهنگی و بومی، کش دادن مردمان بومی و قبضه کردن بر زمین های آنها، چیزهایی هستند که یک لیست بسیار دراز است که او را شما هم در رسانه ها و در گزارش های معتبر نهادهای بین المللی همیشه مشاهده میکنیم. بنابراین روزای خوب نیست در افغانستان و البته ما باورمند هستیم که این سلطه ای که مبنی بر ظلم است زیاد دیر دوام نمیکنه، به خاطر از اینکه هر نوعی حاکمیت که استوار بر ظلم باشه پایدار نیست. همینطوره. با تشکر از دکتر حسین یاسا، سخنگوی شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان از مونیخ، که پیرامون این گزارش دعوت ما رو پذیرفتند.